که امام حسین علیه السلام کاری کرده است. حتی در عصر ظهور ما شاهد آن هستیم که شعار یاران امام مهدی یا لسارات الحسینه و خود حضرت سید شهدا علیه السلام جز اولین رجعت کنندگان برای یاری حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرجه شد. ما در آیات قرآن، روایات و ادعیه و زیارت و تشرفات بین این دو امام یک ارتباط تنگاتنگ و وثیقی رو میبینیم. ما معتقد هستیم اگه یک ساعت هم پیرامون این قضیه صحبت بکنیم حرفا تموم نمیشه، ولی راستش رو بخوای این حرف ما شیعه نیست، دشمنان ما هم اعتراف کردن به این قضیه. بدترین دشمن ما کی هستن؟ خداوند متعال در قرآن میفرماید که اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود. این یهودی ها 400 نفرشون توی تل آویو جمع شدن علت پویایی شیعه را بررسی کنند. به این نتیجه رسیدند که شیعه با یاد امام حسین جام میگیره و با نگاهی که به امام مهدی داره انقلابش رو حفظ میکنه. این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. این یک جلوه از همون محصه. کاملا درست میفهمه. اینها صحیفه نور حضرت امام رو خوندن، کلمه به کلمش رو بررسی کردن، میگن چرا رهبر اینها از امام حسین و امام مهدی تو سخنانش تو پیامهاش زیاد استفاده کرده. شما میدونید که امام خمینی رحمت الله علیه میگه این انقلاب اسلامی ما معیار کوچک از جامعه جهانی اوست، ما باید پرچم رو به دست صاحبش بسپاریم. خیلی این قضیه مهمه. هر جا یاد امام حسین، یاد امام مهدی شکوفا میشود. مثلا زیارت عاشورا دو جا صحبت از امام مهدی الیرزقانی، طلب از سارک ما امام منصور. شما مفاتی رو بیارید سوم شعبان که میلاد امام حسین برای امام مهدی دعا اومده، نیمه شعبان که در پیشه با فضیلت ترین عمل زیارت امام حسینه، متقابلا همین ارتباط هم همینطوره. خب پس در این رابطه چون آثار خیلی گرانبهایی نوشته شده، ما دیگه وقت بینندگان شریف رو نمیگیریم، احاله میدیم به این که اگه کسی دوست داره که ببینه چطور انقلاب امام حسین پشتوانه فرهنگی ظهور، یا اگر میخواد بدونه که مهدویت چگونه وامدار حرکت سید الشهدا هست، مثلا به کتاب عاشورا و انتظار مراجعه بکنه. اما قمر بنی هاشم در باره زندگی ایشان وقتی مطالعه میکنیم، یا مثلا اون دعا و زیارتی که امام صادق اتفاقا تو مفاتی هم اومده نگاه میکنیم، صفات و ویژگی هایی را از قمر بنی هاشم نقل میکنه که میتوانه درس بسیار مهمی برای امروز من و شما باشه. زیارت اینجوری شروع میشه: السلام علیک ایها العبد الصالح. بعد میایم ویژگی های قمر بنی هاشم رو میگیم که چطور امام زمانش را حمایت کرد، چطور ناصر و اعوان و کمک میکرد، چطور تسلیم امر امام زمانش بود. به نظر ما مهمترین ویژگی قمر بنی هاشم همین بود تسلیم بودن ایشان است. ما با تسلیم ولی زمان باشیم و الگوی ما قمر بنی هاشم است. اما نسبت به امام سجاد علیه السلام، شما میدید بعد از واقعه عاشورا مردم دیگه با اهل بیت کاری نداشتن، مرجعیت اهل بیت رو به پایان شده بود، ولی امام سجاد علیه السلام چیکار کرد که بعد از 34 سال ما می‌بینیم انقلاب علمی برای اهل بیت درست شد؟ امام باقر و امام صادق، این کارهایی که امام سجاد کرده. خود امام سجاد علیه السلام حدیثی داره که می‌فهمد تو مکه و مدینه اشرون یحبون، 20 نفر ما رو دوست ندارن. اما شیخ طوسی بعد از این مدت امامت امام سجاد علیه السلام 170 تا شاگرد برای ایشان می‌نویسه، مثل ابو حمزه سومالی، ابو خالد کابلی و دیگران. چطور امام فعالیت می‌کرد، کار می‌کرد؟
من میخوام برای منتظران از زندگی امام سجاد علیه السلام یک درس بگم. میگم امام سجاد در دوره‌ای داره زندگی میکنه که مردم رجوع به اهل بیت نمیکنن. الان 7 میلیارد آدم روی زمین هستن، اکثر این 7 میلیارد توجه به امام زمان ندارن. پس این دو تا زمان چقدر شبیه هم دیگه است. امام سجاد علیه السلام چیکار کرد که یک محوریتی درست کرد و شیعیان رو جمع کرد و چنین کارهای عظیمی انجام داده است؟ امام سجاد الگوی فعالیت‌های فرهنگی ما در عصر غیبت میتونه باشه، بهترین الگو هم میتونه باشه. چقدر خوبه که امشب که شب میلاد این امام همام هستش و ما هم در برنامه حاضر غایب از نظر انشاءالله قصدمون این هستش که الگوهای این چنین رو معرفی کنیم، قدری تخصصی تر به این بحث بپردازیم. اگر اجازه فرمایید فاصله رو از اتاق فرمان درخواست کنیم و بعد انشاءالله این بحث رو ادامه بدیم. ممنونم از شما. خواهش میکنم. از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم. در ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود.